در شأن فوتبال باشگاهی هم نیست همچین اردویی که ما رفتیم. مثلا الان شما بازیکن تیم ملی و خدای دیگه خیلی زشته بیاری پشت گل، مثلا حالا فقط ضربه به چارچوب بزنه، نمیدونم حالا روپایی که نه، ولی خب ضربه به چارچوب بزنه، یه سری ارکاد انجام بده، شاید تو عمل انجام شده قرار گرفتیم، ولی خب وقتی اولش میدونستین شما وقتی بازیکن استقلال خط میزنه یه تبعاتی داره. آره. اون تبعات رو باید به جون بخرین، یا پاش وایسین یا اگه وای نمیشین. این اتفاقات هم داره که در شأن فوتبال ملی نیست. یه نظم خاصی از گذشته با ما اومده که ما به اون نظم عادت کردیم و وقتی یه سری بی‌نظمی های خیلی طبیعی و عادی و ریز میبینیم به چشمون خیلی گنده میاد. زمان بحرین تا الان، اردوی بحرین تا الان، ببین چند تا بازیکن اومده تیم ملی، فکر کنم 40-50 نفر به راحتی اومدن. اصلا تیم ملی یه جوری باید باشه که شما آرزوی پوشیدن پیرنو داشته باشین، 6 سال زحمت بکشین، 2 سال زحمت بکشین، یه زحمت یه تلاش باشه بیاین تیم ملی. ولی فکر کنم 40-50 بازیکن تیم ملی الان به راحتی از اردوی بحرین تا الان اومدن. جایگاه پیرن تیم ملی به نظر من اومده پایین. همه میبینن به راحتی دارن میان تیم ملی. مثلا من شنیدم تو اردو قطر بازیکن تا ساعت 3 و 4 صبح مافیا بازی میکردن. این شما به عنوان بزرگتر تیم اینو تایید میکنه که مثلا اصلا اون نظمه، اینکه آقا بازیکن یه ساعت مشخص باید بخوابه، ساعت مشخص ترنم باید صبحونه، مثلا صبحونه آزاد بوده، یعنی هر کی دلش خواست صبحونه بخوره، مثلا بازیکن تا 4 صبح مافیا بازی میکرد یا هر بازی دیگه ای. بعد مثلا چند زور ساعت لنگ زور میگرفته میخوابیده، اینجوری بود. همش از این برنامه ریزی هست دیگه. آره خب البته یه چیزی هم که هست، شما تو اون گرما باید برعکس زندگی کنی، اصلا نمیتونی روال عادی زندگی کنی. مثلا شما ساعت 8 صبح بلند شی مثل بوشهر دیگه، الان 8 صبح پاشی هیچ کاری نمیتونی بکنی تو اون گرما. بازی کردن بچه‌ها تا 4 صبح که نه، ولی خب 3 حالا نه، حالا تا یه تایمی شاید بازی میکردن. تو خودت هم بازی میکردی احتمالاً؟ باشه، منم یکی دو بار بازی کردم آره، ولی نه تا ساعت 3 4 این داستانا نبود. بهترین آمریکای نسلش رو الان ما روبرشون بازی داریم، کدوم سمت میخوایم باشیم؟ یعنی این به همه برمیگرده. به هر حال کشور ما یه کشوریه که یه موضع‌گیری داریم نسبت به آمریکا. تا اینجای کار ما چهارمیم، تا اینجای کار قشنگ چهارمیم. تو گروه چهارم میشیم ها؟ آره تو گروه چهارم میشیم، یعنی ولز هم میوازیم. اصلا تا اینجای کار اصلا شاید بدتر. اصلا قرار چه اتفاقی افتاده تو این اتفاقاتی مهم نیست اتفاقاتی رخ بده یا نده، مهم اینه که ما چی میخوایم. ما میخوایم چندم باشیم، ما میخوایم دوم باشیم، یا ما میخوایم چهارم باشیم.